نگاهی داشته باشیم به با آنچه که رجب تایی بردوغان گفت نکات به نظر جالبش چه چیزی بود؟ چیزی که بسیار مهم بود در صحبت های رجب تایی بردوغان همونجوری که آقای عطابکی بهش اشاره کرد این بود که برای ترکیه یک نقش میانجیگری رو میخواد قائل باشه و اینو چند باری بهش تأکید کرد و راهکارهای عملی هم بهش اشاره کرد و اشاره کرد بود که راهکارهای عملی هم که تا حال ترکیه به کار گرفته از جمله اون در واقع راهکار آنتالیا چیز در واقع کارآمدی بوده و میتونه تکرار بشه. شاه کلید حرفش این بود که گفته که جنگ پیروزی نخواهد داشت، اما یک صلح عادلانه، منصفانه شکست خورده اصلا نخواهد داشت. بنابراین همچنان قائل به این که میتونه دو طرف رو با یعنی طور که اون اراده رو داره که بتونه دو طرف رو به میز مذاکره بکشونه و بتونه به یک نتیجه برسه. در صحبت های روز گذشتش رو هم این رو شاهد بودیم در مصاحبه که پیش از سخنرانی امروز کرده بود او گفته بود که با ولادیمیر پوتین همچنان صحبت میکنه و هم همچنان معتقده که با ولادیمیر پوتین میشه حرف زد و اون موضعش رو تغییر داده اون چیزی که او میگه اینه که در ازبکستان وقتی که در کنار در همایش شانگهای او رو دیده بود به نظر میرسه که به نظر او رسیده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم میخواد که این قائل پایان پیدا کنه و او گفته که تمام ترکیه میخواد اینجا بخشی از راه حل باشه نه بخشی از مشکل که بتونه طرفین رو به مذاکره دعوت کنه برای قائل برای پایان دادن به این قائله